سلام، من سینا ولی‌الله هستم با برنامه چندشنبه در خدمت شما دوستان و عزیزان. اجازه بدین در همین ابتدای برنامه اول دکمه‌مو باز کنم که یارم رفته بود و بریم سراغ برنامه این هفته با یک دو تا از کامنت‌های چشم نواز و جگر و بعضن جاهای دیگه خراش بعضی از دوستان. هفته گذشته یکی دو تا از دوستان کامنت گذاشته بودن که چیه؟ میشینی تو اون استودیو نمیدونم اینو اونو مسخره می‌کنی. یه چیزی بساز آدم یه چیز آموزشی فرهنگی یاد بگیره. دوست عزیز قربونت برم الهی، عزیز دل، درد و بلات به کاسه سر دشمنات. خدمت عرض می‌کنم شما اگه احیاناً در طول این سه فصل گذشته چیزی از برنامه چند شنبه یاد نگرفتی یا چیزی پیدا نکردی که در واقع آموزشی باشه، هرچند که برنامه ما کاملا آموزشی بوده، دیگه کاری از دست ما برنمیاد واقعا. من عذرخواهی میکنم، استعفانامه‌مو تقدیم حضورتون میکنم. شما محبت بفرمایید تشریف ببرید مدرسان شریف یا مؤسسه قلمچی. یعنی به من اصلا دیگه یعنی کاری از دست من برنمیاد. بعضن حالا یه توضیح دیگه ایرم لازمه اشاره بکنم، اینکه ببین عزیز دل، مسخره کردن افراد و به سخره گرفتنشون و دیگه نمیدونم اسکل کردن برای بچه‌ها به قول بعضی از دوستان خیلی فرق میکنه با اینکه تو یک رفتار غلط، یک کار غلط، یک گفتار غلط رو با دید طنز، با کنایه، با نگاهی در واقع مملو از شوخی بهش اشاره بکنی. اونم نه واسه اینکه یارو رو بزنی لولا برداشت بکنیم، واسه اینکه بخندیم همه با هم دیگه تلنگر به قضیه باشه. وگرنه دوستان اگر احیانا آشنایی با توهین و بی‌احترامی و در واقع برخورد توهین‌آمیز ندارن، من یه ویدیو الان دارم تقدیم حضورتون میکنم به صورت مستند. ببینیم شما بیای بهتره، تشویقشون بکنیم بیان بالا. این عکس کیه؟ عکس یه خانم. فهمیدی زنه؟ نه. بله. اون سه تا دیگه نیست؟ نه. خیلی باوشیا. فهمیدی یه زن گذاشتیم وسطش؟ گفتی گفتم دیگه. نه، یعنی ما اینقدر خنگ به نظر میایم که اسم سه تا مرد رو بنویسیم بغل یه زن، بعد تو هم راحت بلند شی بیا اینجا جایزه بگیری. نه واقعا در مورد ما چی فکر کردی؟ یعنی نگاه به هیبت من و مصطفی شریفی کردی؟ نخالگی در ما دیدی؟ ها؟ نه. پخمه‌ای؟ نه. نه جدا، این خود به ما دقت کن. نه. مری بارت، تشویقش بفرمایید. اگر آفات تست یادتون نره، اگر تشخیص بدی که این مری بارت کارش چیه، هنرش چیه، ویژگیش چیه، بهت در جا 50 میلیون تومان پول میدم. چقدر؟ رمان نویس. رمان نویس. تشویقش کنی. و هم اکنون حسن آقا به عنوان ستاره برنامه هدیه 50 میلیون تومانی نقد جمشید را می آورد. به افتخار حسن. حسن بیا اینجا. واقعا؟ بچی؟ شوخی داریم؟ دل و روده و معده آوردیم آویزون کردیم، شوخی داریم؟ نیمرخ؟ این قفلشه، بلدی؟ چه داری پیرهن تو قفل میکنی؟ نه، ولش کن، اینو با یه انگشت وا میکنی و 50 تومن تو ور میداری میدوی میری خونه. آمادم. با یه انگشت، بیشترم نمیخوام. بنداز زیرش، زیر گلوی کی میذاره اینجوری میکننش بالا. بریم ببینم چیکار میکنه. یه انگشت زیرش. آها. چیه؟ زرش چیه؟ همه با هم. زرش چی داره؟ مزه داره. تقدیم شما. یعنی واقعا فکر کردی که ما 50 میلیون تومان پول بی زبون رو در مقابل اطلاعات کم شما و اطلاعات غلط به شما میدیم؟ زرش دوست داری؟ آره؟ دیدین؟
خدمتتون عرض بکنم که البته این ویدیو برخلاف تصور دوستان یک ابعاد مثبتی هم داره، اونم اینه که خب این شرکت کننده واقعا شانس آورده که در واقع این صحبت و قائله و ماجرا همینطور به صورت گفتاری و کلامی حل و فصل شده، وگرنه به هر حال دوستان اونایی که تجربه دارن در واقع میدونن که این بزرگوار دست بزن یه لحظه فکر کردم اومد، نه این چیزی یکی دیگه بود. خدمتتون عرض بکنم که ایشون حالا اصلا چرا آقا ما صحبت از مسائل خشن، خشونت، بیرحمی، شقاوت و این چیزا، بیاین راجع به عشق صحبت بکنیم، راجع به مسائل احساسی صحبت بکنیم، چرا نکنیم، بیاین راجع به این مسائل صحبت بکنیم و خوشحال و شاد باشیم. حدود 10 روز پیش بود، توی یک روز زیبای بهاری، در حالی که تلالو گرما بخش خورشید تمام شهر رو روشن کرده بود و همه مردم داشتن از چهچه پرنده ها و بعبه گوسفندا لذت می بردن و خوشحال و خندون بودن، یه رفع صدای عرعر یک پلنگ همه رو از خواب بیدار کرد. شاید براتون این سوال پیش بیاد که مگه پلنگ ها هم عرعر میکنن؟ بله، خب پلنگ ها هم وقتی گریه میکنن، مخصوصا اگر برای جمع آوری فالوور باشه، عرعر میکنن. این ویدیو رو با هم ببینیم. این ویدیویی بوده که ما بعد از این بر اونور تو بیشهزار رو این کوچه پس کوچه ها پیدا کرد. خب اولین چیزی که به ذهن هر کسی خطور میکنه بعد از دیدن این ویدیو اینه که یه دختر عاشق قلب شکسته نشسته داره گریه میکنه به خاطر اینکه یه نفر قلبشو شکونده. یه کار طبیعی داره انجام میده، یه رفتار کاملا منطقی و طبیعی. چی کار کرده؟ رفته آرایشگاه، اول موهاشو درست کرده، بعد 7 قلم آرایش کرده، انگار داره میره عروسی، لباس قشنگاشو پوشیده، گل خوشکار گرفته دستش، دوربینم گرفته این دست و گریه کنون داره رفتار طبیعی رو از خودش بروز میده. شما ها وقتی دلتون میشکنه همین کارو نمیکنین؟ نمیکنین؟ خب مریضین دیگه، شما مشکل دارین. تو درستش اینجوریه، شما باید همچین رفتاری رو داشته باشین. حالا همه درگیر این ویدیو بودن که آقا کی کشته، کی زده، کی قلب شکونه، کی خنجر زده. این ویدیو میدونم که همه شما فکر کردید اینا تتوهایی ازش که برای سریال فرار از زندان، سری جدیدش، رو بدن یکی از شخصیت‌ها تتو کرده بودن که از طریق اون بتونن راه فرار از زندان رو پیدا کنن. نه، اینا در واقع تتوهایی بود که این عزیز بزرگ، ادامه همون ویدیو قبلیه بود، این عزیز بزرگوار این تتوها رو بدن خودش در واقع حکاکی کرده بود، نقاشی کرده بود. به چه دلیل؟ به خاطر عشق، عاشق شده دیگه. خب کاملا هم طبیعیه، چرا قضاوت میکنید؟ معمولا خب بعد از 7-8 سال رابطه، این همه شناخت، این همه خاطرات شیرین و تلخ، این همه لحظاتی که در کنار هم دیگه گذروندن، اون ریشه ای که اون عشق تو وجود میدونه، خب دیگه اگر اهل تتو کردن باشی، یه دونه تتو از اسم یارت، عشقت، رو بدن خودت میزنی. حالا ایشون یه مقداری تاکید کرده، 3 بار زده، ولی این دلیل نمیشه. چرا قضاوت میکنین؟ 7-8 سال رابطه بوده، همه چی تا اینجا به نظر من هیچ مشکلی نداره، تا اینکه دوستان گفتن که این رابطه تقریبا 1 ماه بیشتر نبوده. اینجوری یه خورده قضیه رو متفاوتش میکرد که حالا اونم مسئله نیست. حالا سوال اصلی این بود که آقا داستان اصلا کجا شروع شده؟ داستان چیه؟ داستان آقا اینه که این خانم که اسمش دنیاست، دوست دختر ساسان یا ساسی مانکن بود. اینا با هم دیگه خوب و خوش دوست دختر و دوست پسر بودن و خوش میگذروندن و شاد بودن و شنگول، تا اینکه ساسان با ایشون تصمیم میگیره قطع رابطه بکنه. بعد از چند وقتی هم یه ویدیو منتشر میشه از ساسان و طلا، نه از اون طلاها، از این طلاها. Yeah.
خب همین ویدیو در واقع کبریتی بود به بیشه و جنگل که محل زندگی پلنگ هست و ما هم که میدونیم ما به شدت حساسیم رو پلنگ هامون و مخصوصا جدیدن هم که بیمهشون کردن دیگه وظیفه تک تک ماست که از یک به یک پلنگ های کشور چه اونایی که خارج از کشورن چه اونایی که داخل کشورن ازشون حفاظت بکنیم. برای همینم وقتی یک پلنگ رو دل شکسته میبینیم دیگه نمیتونیم خودمون رو کنترل بکنیم که میریم مسبب و بانی این قضیه رو خرخرش رو بجوییم. دوستانم برای همین هجوم برده بودن زیر صفحه طلا و ساسی و هر چه در طبقه اخلاص داشتن به بنسه ظهور گذاشتن، یعنی به این زیبایی عمل کرده بودن و حالا بگیر و ببندی بود این قضیه. اما یه نکته مثبت هم داشت. نکته مثبتش این بود که خب این آتش خشم و عشق باعث شد که دنیای عزیز بتونه توی 12 ساعت رکورد زیبایی رو از خودش به ثبت برسونه. ایشون تونستن توی 12 ساعت مروری داشته باشن به 120 سال سینمای جهان با پست‌های مختلفی که گذاشتن. ایشون از کازابلانکا شروع کردن، برباد رفته اشک‌ها و لبخندها، یک مشت دلار بیشتر خوب بد زشت اژدها وارد می‌شود، خشم اژدها و همینطوری ادامه دادن تا سینمای معاصر رسیدن به اره قسمت اول، اره دو، اره سه، اره چهار، اره پنج، مقصد نهایی یک، مقصد نهایی دو، سه، چهار و همینطور فیلم آخر لئوناردو دیکاپریو که براش جایزه اسکار رو تصاحب کرده بود از گور بازگشته. شما بینندگان عزیز رو به دیدن لحظاتی از این فیلم زیبا دعوت میکنم. نگران نباشید دوستان عزیز، نگران نباشید. سلام، خواستم بگم که که هیچ اتفاقی واسه این عزیز بزرگوار نیفتاد. ایشون 10 دقیقه بعدش پستی رو منتشر کردن مبنی بر اینکه من صحیح و سالم هستم، نگران نباشید. من تونستم از دست خودم قصر در برم و با درگیری که با خودم به وجود آوردم از چنگش فرار کردم، نذاشتم منو بکشه. و خدمتتون عرض بکنم اون ویدیو رو هم منتشر کرده بودم برای اینکه ببینم بازخوردش در جامعه چه جوریه و نشون بدم که چه توانایی هایی دارم. حالا بحث اصلی اینجا بود که ایشون اصلا فرصت نمیداد کسی حرف بزنه، یا تا طلا یا ساسی میومدن حرف بزنن ایشون یه پستی رو در واقع منتشر کرده بودن و دیگه ساسی و طلا به زبون در اومده بودن که آقا یه 2 دقیقه چیزی پست نکن، بذار ما یه 4 کلمه حرف بزنیم. که خب این قضیه فرصتش دست داد و ایشون فکر می‌کنم برای قضای حاجت رفته بودن جایی 2-3 دقیقه و ساسی فرصت کرد در واقع که یک مطلبی رو در این باب منتشر بکنه و اشاره بکنه که آقا من و طلا اصلا دوست دختر دوست پسر نیستیم، ما دوستای عادی هستیم، 3-4 سال هم هست همدیگر رو میشناسیم و هیچ وقت هم تا حالا کسی حرفی نزده بوده. ایشون هم در جریان این قضیه بوده. من و این خانم دنیا یه ماهی با هم دیگه دوست بودیم، اونم از طریق تلفن و تلگرام و واتساپ و پیام‌های صوتی. دیدم ایشون تشریف بردن 3 تا خالکوبی با اسم بنده رو بدنشون کردن، ترسیدم، نه از در واقع ماجرا، در واقع از اینکه سلامت بدن خودشونو به خطر بندازن و برای همین رابطه رو کات کرد. ساسی چقدر بی احساسی، این چه کاریه تو؟ خجالت نکشیدی تو؟ این چه رفتاریه تو داری؟ چجوری تونستی دل این بدبخت این دختره رو نها؟ اون تتوکار فلک زده رو دارم عرض میکنم خدمت، چجوری دلت اومد اون زندگی اون بدبخت رو با خاک سیاه یکی کنی؟ یک لحظه به این فکر نکردی اون فلک زده کلی رو شما دوتا حساب کرده بود؟ گفته بود این توی 1 ماه 3 تا تتو زده، تو یه سال میخواد 300-400 تتو بزنه، کلی برنامه ریزی کرده بود، رفته بود خونه پیش خرید کرده بود، ماشین خریده بود، وام گرفته بود، زندگی یارو رو با خاک یکسان کردی؟ الان معلوم نیست تو کدوم رودخونه خودشو غرق کرده یارو، این چه وضعیتیه؟ خب حالا به هر حال اتفاقی که افتاد اشکال نداره. بحث اصلی اینجا بود که این ماجرا چجوری ختم شد. ختم ماجرا به این صورت بود که یه دفعه یاد دنیا جون اومد که راست میگه، طلا یکی از دوستای قدیمیش بود، منم میدونستم. خب دوستای عزیز من عذرخواهی میکنم از حضورتون، طلا جون منو ببخش، ساسی تو واقعا خواننده خوبی هستی، به کارت ادامه بده و شما 1,780,000 نفری هم که مچل این قضیه بودین میتونین بریم بخوابین چون من کار دارم و گرفتارم. خدا نگهدار. خدمتتون عرض بکنم که خب اینجوری بود که ما هفته کتاب رو آغاز کردیم با حدود 1,500,000-1,600,000 نفر آدمی که دست به موبایل اون شب تا صبح به هر حال خیلی درگیر بود فکرشون اینکه صبح برن چه کتابایی رو تهیه بکنن از نمایشگاه کتاب. و جدا از اون قضیه اتفاق دیگه‌ای هم افتاد، تو همون درگیری‌هایی که ما با مسائل حیات وحشمون داشتیم، به هر حال کم مسئله‌ای نیست،
یه دفعه متوجه شدیم که غافل شدیم از محیط زیستمون. چجوری دیدیم لئوناردو دیکاپریو یه دونه پست گذاشته توی صفحه اینستاگرامش در باب خوش شدن دریاچه ارومیه و از این قضیه ابراز نگرانی کرده بود. خب البته دستش درد نکنه چون میگم ما درگیر مسائل دیگه‌ای بودیم، ولی خب این باعث شد که یه اتفاق جالب بیفته. به جای اسید پاشان اینترنتی این بار گلاب پاشان اینترنتی تشریف برده بودن زیر صفحه لئوناردو دیکاپریو و گلافشانی کرده بودن به معنی واقعی کلمه و ده ها هزار کامنت تشکر براش نوشته بودن، که البته فکر می‌کنم لئوناردو صبح که بلند شده بود زهره ترک شده بود با توجه به سوابق درخشان ما و فکر کرده بود این کامنت‌های فارسی همش فوشه. امیدوارم یکی واسش ترجمه کرده باشه که اینا تشکر نترس و امیدوارم یه روزی برسه که اگر یه نفر پستی گذاشت مطلبی منتشر کرد ما بلش کنیم، اصلا کاری نداشته باشیم، نه بریم تشکر کنیم نه بریم انتقام بگیم، بل کنیم مردمو. چون به هر حال هجوم چند ده هزار نفری زیر صفحه اینستاگرام افراد مختلف یه خورده وحشتناکه و ممکنه در نظر من، البته عذرخواهی میکنم تشریف نیارید زیر صفحه خدمتتون عرض کنم که، اما سوالی که برای من مطرح شده بود در این باب سوال بسیار جالبیه، نتونستم هم حلش بکنم، اینکه لئوناردو دیکاپریو یکی از بزرگترین و بهترین بازیگران سینمای جهانه. 87 بار برنده جوایز مختلف شده، برنده جایزه اسکار شده، 195 بار حداقل کاندید جایزه های بین المللی و جایزه های مختلف دیگه بوده، 37-8 فیلم بازی کرده، صاحب بزرگترین مؤسسه خیریه، یکی از بزرگترین مؤسسات خیریه جهان هست، یکی از فعالین محیط زیست، سفیر صلح سازمان ملل و میلیون ها دلار در سال صرف امور خیریه و انسان دوستانه میکنه. همه دنیا هم میشناسنش، همه دنیا، یعنی شما برو تو تبت، شاخ آفریقا، دوم آفریقا، دیگه نمیدونم هند و چین، هر جا بری بگی لئوناردو دیکاپریو همه میشناسنش. توی اینستاگرام چند میلیون نفر فعال اینستاگرامی وجود داره؟ 400 میلیون نفر. از بین این 400 میلیون نفر که همشون هم لئوناردو رو میشناسن، ایشون 6 میلیون نفر طرفدار داره، یعنی یه چیزی حدود 1.5%. دنیا جون چقدر طرفدار داره؟ دنیا جون و امثال دنیا جون توی شبکه‌های اینستاگرامی ما که حدوداً 7-8 میلیون ایرانی فعال درش حضور دارن، 1.6 میلیون نفر طرفدار داره که میشه 25%. واقعاً این 1.5% لئوناردو و این 25% دنیا جون یه دنیا بینش فاصله است که با طلا هم مخلوطه. بحث اصلی اینجاست که دنیا و امثال دنیاها چی دارند که لئوناردو نداره. این صحبت‌های بنده بود در هفته کتاب. امیدوارم که ما هر سال بتونیم همین جوری زیبا و پر هیجان، پر از عشق، پر از آموزه‌های مختلف از هفته کتاب استقبال بکنیم. تمام. قشنگ شکم تو تصویر نگرد. آره خوبه، این اصلا من دیده نمیشم. بس میخوام فقط خودم بگیرم. بگیر. بده من، بده من بس. بذاری داره بیا. ببینم فالوورام امشب میشه 1,700,000. نه چه مسائل فرهنگی رو که نباید دیگه 2,000,000 فوش رو که میخورم. آره اون آره. بچه ها ببینم دورفشانیتون در چه حده. برای بخش نتورکیجات ها، ما بخش فحاشیجات نداریم. 3 2 1 بریم سراغ قرعه کشی. دو تا مدادات رو به من بده لطفا، میخوام آهنگ قرعه کشی رو با مدادا بزنم امروز. دو تا دونه بفرمایید. ممنونم، مرسی. حاضرید؟ 3 2 1
آرش جهانکوش. مبارکتون باشه. امیدوارم هم که دوستان عزیزی که میخوان در هفته آینده شرکت بکنن دیگه بدونن دیگه چجوری باید شرکت بکنن. قربون شما. خسته نباشید. سپاس گزارم. روش های برانگیختن احساس در روابط عاشقانه. آقا جونم براتون بگی که زمانای خیلی خیلی قدیم، خیلی قدیم هم نه، همین چند وقت پیش، جوان ها وقت میخواستن عشقشون رو ابراز کنن یا توجه طرف رو جلب بکنن، میومدن روی دیوار شروع میکردن نوشتن، خدا نکنه که بابای طرف پیدا میشد. تازه مثل الان هم نبود که موبایل باشه، تلفن سکه‌ای بود، زنگ می‌زدن بابای بر می‌داشت، فوت می‌کردن و بعدش هم دیگه خدا نکنه که بابا دیگه. و اما نسل امروز سیسی جون میشه از دست من عکس بگیری؟ من دارم سوس می‌ریزم اسم بهزاد و پش. نسل امروز هم که وابسته به کلک‌های سینماییه، اینجوری معشوقشون جلب می‌کنه، جلب توجه. یعنی این آقا هم که دیگه گند جلب توجه رو در آورده، سلفی و خودکشی و کار دست خودت میدی پسر جان. بابا جان نزن، بابا جان نزن، نزن آج آقا. آج آقا بزن، بزن، محکمتر بزن، از طرف منم بزن آج آقا. باری کرده، باری کرده، تمام شد و رفت. چی شده؟ هیچی رگ پام گرفته بود. چند سالته مگه تو اینقدر تو آهناله میکنی؟ 30 سال هم شده دیگه. تولدش بوده راستی ها، تشویقش کنیم. حالا دیگه نزن خواهش کنم، میره. چرا؟ یه هفته دیگه شده. باش، بزن. چند وقت ما این بخش اداگونه رو نداشتیم؟ خیلی وقت آقا، دست رو دلم نزنیم. ببینیم پس یه مقداری اداگونه. نه دیگه اسم منو به این نگین، آبا بیان بار ما رو عذیت میکنن. آقا بیان جلوی در ما این کارم، میخواد اغدهی هستن که اینا اسم منو یه بار نبریم. من بی خود اسممو گفتم، وای که من بدبختم. موقعشه که از اینا، از اینا، یک دو سه چار بالا، دو سه عوض، یک دو سه چار بالا، دو سه حالا جفار حاق و سنمه، جفار حاق و سنمه، گل بچه ها برگردید به زمین، برگردید که ما موقعیت داریم که بازی رو ببریم. بچه ها حمله کنید. نه نه نه، توپ لو رفت. حالا باید مراقب بود، باید مراقب بود، باید مراقب بود. من دختر روزای تنهایی با هر عذاب تازه جنگی. یکی تو فکر عشقه، یکی تو فکر یاره، یکی همیشه مستا، یکی منم که بی تو بیقراره. من چرا تو پولم، من چرا تو پولم، من چرا تو پولم، من چرا تو پولم. شهر خالی، جاده خالی، کوچه خالی، خانه خالی، جام خالی. آقا ما در برنامه سازی دچار استحاله روحی شدیم به خاطر اینکه ما با ابعاد جدیدی از برنامه سازی و شوخی و طنز و سرگرمی آشنا شدیم که تا حالا آشنا نبودیم. برای همین تصمیم گرفتیم که یه نوعی، یه سبک و سیاق جدیدی رو به برنامه اضافه کنیم، شاید ما هم بتونیم تو کارمون موفق باشیم. بریم اولین قسمت این سبک و سیاق جدید رو با هم ببینیم. امیدوارم که لذت ببرید. این یه مسابقه علکیه، تازه شرکت کنندمونم یه هنروره، کلن همه چی از قبل تمرین شده که یه پیام اخلاقی بهتون بدیم. سلام. سلام علیکم. اینجا اومدی چیکار؟ اومدم برای یه شرکت توی مسابقه. فکر کردی اینجا مثلا همینجوری سرت انداختی پایین اومدی توی مسابقه ما که چی بشه؟ جایزه ببری؟ کلت چرا کچله؟ جون؟ هیچی. بله؟
این عکس کیه؟ من عکس اینجا نمیبینم. نه بابا خیلی هم زرنگی ها؟ فکر کردیم ما اینجا عکسو میذاریم که تو بیا اینجا حدس بزنی ببینی کی جایزه ببری ها؟ علکیه دیگه ها؟ اجالت میکشی؟ خدا نمیخواستم ناراحتت کنم، قصد جسارت هم نداشتم. فکر کردی ما اینجا بزمجه اسکلیم؟ اختیار این چه اسکل بزمجه ایم؟ میکسی از جفتش هستیم کدومه؟ چیکار است؟ اگه بگی چیکار است؟ آخه من 5 میلیون 5 میلیون بهت پول نقد میدم همین الان، نترس. عکسی نمیبینم اینجا من. اگه قرار بود که هم عکسو ببینی هم حدس بزنی که خیلی زرنگی و ملاج داخل بگو کی؟ تو بگو دیگه فوتبالیست. ها فوتبالیست ها فوتبال تشویقش کنید. فوتبالیسته فوتبالیسته تشویقش کنید. تشویقش کنید تشویقش کنید. اون 5 میلیون رو بیاریم بریم من. ممنونم. اجازه بدید اون 5 میلیون رو بیاریم بریم به من. الان 5 میلیون رو بهت میدم. میخوای با 5 میلیون چیکار بکنی؟ میخوام اگه بتونم بچه‌امو بفرستم مدرسه. بچه‌هاتو بفرستی مدرسه. اینو بگی دستت. کلتو بکوب روی. کلتو بکوب روی. بکوب بکوب همونجوری که اینجوری میزنم تو سرت. بکوب بزنی بلند کن. آها. بیا. بیا. اینه. فکر کردی همینجوری الکی میای اینجا یه چیزی میگی و ما هم بهت 5 میلیون میدیم جایزه. بیا بارا دنبال کار دبینم. برو. بله دوستان عزیز، امیدوارم این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ما در خدمت شما هستیم. دیدین باز زود قضاوت کردین؟ دیدین؟ مرسی. اه جمشید بیا بریم خونه. ما کلی هر هفته ویدیوهای مختلف رو از شما دوستان دریافت میکنیم که دلتون میخواد تو برنامه ما نشون بریم. ویدیوهای مختلف هست، ویدیو کلیپ هست، موسیقی هست، ویدیوهای طنز هست، ویدیوهای نمایشی هست و ما هم سعی میکنیم که اگر فرصت بشه نشون بریم اینا رو و اگرم متاسفانه فرصت نمیشه به خدا قایمشون نکردیم اینجا ببریم بفروشیم و ازش پول دار بشیم. یکی از ویدیوهایی که دوستان برای ما فرستادن با هم ببینیم. من قول میدم از هفته های بعد هم بیشتر پخش کنیم. نکنه خدا نکنه تو رو بی وفا نکنه از دل دیوونه ی من دل تو جدا نکنه دل تو جدا نکنه یاله چی افتادم دیدمت؟ هندونه؟ همین حرفا رو میزنی دیگه، مردم میگن چرا انقدر میثاق عزت میکنی؟ حرفی نزدم که من ناخرم من خودم کاری هم کنم که مسئول باشم از دست تو. خدازاری پیدا کردم. نزدم نه یاد هندونه نکردم. یاد مسابقه بنام زن افتادم. مسابقه عکاسی بنام زن که به هر حال الان در حال برگزاری هست. اگه دلت میخواد میتونی شرکت بکنی. موضوعش هم در واقع لذت بردن، هنر لذت بردن از کارهایی که در جهت توانمندسازی زنان در واقع انجام میدیم. هشتگ بنام زن رو هم حتما استفاده بکنید، چه توییتر، چه فیسبوک، چه اینستاگرام، هر جا که میخواین شرکت بفرمایید در این مسابقه هشتگ رو استفاده بفرمایید و محبت بکنید. یه گوشه تصویرم برای حفظ کپی رایت، حفظ کپی رایت خودتون محبت بکنید، روی کاغذ بنویسید بنام زن، تاریخ عکس برداری رو هم بنویسید همون پایین، یه گوشه‌ای بذارید دیگه، مثلا مدل هیچکاک که میمد تصویر رد میشد، شما مثلا یه گوشه تصویر این کاغذ سفید رو بذارید که دوستان نیان آثار هنریتون رو بدزدن که بعداً به اسم خودشون منتشر کنن جایزه رو ببرن شما دلتون بسوزه. این توضیحاتی بود که در رابطه با عکس هم دایرکت نفرستن. آره عکس هم دایرکت نفرستین. دیگه صحبت خاص دیگه ای؟ من دیگه برم شرکت کنم تو مسابقه. تمنا میکنم تمنا میکنم در خدمت شماییم.
پروژه به نام زن مسابقه عکاسی برگزار میکنه. برای شرکت تو این مسابقه شما میتونید از فعالیت‌های ریز و درشت روزانه که ازشون لذت میبرید عکس بگیرید و آثارتون رو با هشتگ به نام زن برای فیسبوک، اینستاگرام و یا توییتر فارسیوان بفرستید. مهلت ارسال آثار از 14 تا 30 اردیبهشت. دو برنده برتر توسط لایک‌های شما از تاریخ 5 خرداد ماه انتخاب میشن. رسیدیم به بخش مصاحبه و مهمون برنامه این هفته. چه زمان خوبی هم هست، اتفاقا ما مهمون خارجی دعوت کردیم. الان بچه‌ها داغن از لحاظ گلاب‌پاشان اینترنتی که در حال فعالیت‌های مثبت هستن در شبکه‌های اجتماعی. چه خوب که ما مهمون خارجی داریم تا بهش نشون بدیم که ماها فقط آدمایی نیستیم که میریم بی احترامی می‌کنیم به هنرمندا، بلکه می‌تونیم حمایتشون هم بکنیم، نشون بدیم که چقدر مهمون نوازیم، چقدر مهمون دوستیم و چقدر با فرهنگیم. مهمون این هفته ما یه کسیه که میخوام بچه ها سنگ تموم بذارید و بهش حال برید، چون اون عاشق ما ایرانی هاست و با اینکه زبانش نیست همیشه سعی میکنه با زبان ما آهنگ های زیبایی رو برای ما بخونه. شینی. شینی عزیز که مهمون برنامه این هفته ما هست و چقدرم خوب فارسی صحبت میکنه. مرسی. خیلی خوش آمدی. مرسی، خیلی ممنون سیما جان. It's so nice to see you. قربونت برم من. How's your فارسی؟ میفهمم. میفهمی؟ همه چیو میفهمی؟ نه همه چیه، ولی میفهمم چی میگی. As long as یواش حاش میکنم. یواش دیگه سیما جان. میدونم شما you speak fast. این چیز منه در واقع، نکته منفی منه که من انقدر تون فارسی حرف میزنم که اونایی که فارسی حرف میزنن هم نمیفهمن من دارم چی میگم. یه وای به حال بقیه که فارسی رو تازه یاد گرفتم. But your فارسی is perfect. مرسی. فارسی خیلی خوبه. مرسی. خیلی خوبه. مرسی. خب شینی یکم از خودت برامون بگو تا من برم سراغ سوالای بعدی. Tell us about yourself. ببخشی. Okay. About myself. من امریکاییم. خب. میدونی. Okay. Because نمیدونم. I think مردم ایرانی sometimes فکر میکنه من ایرانیم. ولی نه. Not my grandmother, not my grandfather, not my mom, not my dad. بابا هم امریکاییم. هیچ کس. ایرانی نیست. بله. Except Andy. That's it. Okay. So, pure American. Pure. Yeah, American. From southern state. I'm a southern girl. می دونی چی میگم؟ بله من میفهمم. امیدوارم بگم. Okay. So, فقط در زمینه موسیقی فعالیت میکنی یا برای اینکه من شنیدم فیلم هم بازی کردی؟ بله. درسته؟ بله. I love both music va film all entertainment. It's my passion. Some people say, you know, because I do Iranian music, I do international music, I do American music, and also film participation. But that's my passion, is bringing everything east va west together. It's a passion of mine. Knew from the start your touch changed my heart, your light guides my way. I'm out of the dark, I feel I could fly, yet still want to cry. The distance just tears me apart. میخوام سوال کنم راجع به تو و اندی. اوکی؟ I'm going to ask some questions regarding you and Andy. How long have you been together, you guys? How چند long? وقت. چند وقت. بیست سال, I think, because... بیست سال.
Of course, man, you know, I was like... Yeah, I remember. Baby! Yes. منم یادمه. منم یادمه. بچه بودی اصلا. بچه بودی. یادم. من یادمه. Exactly. حالا یه سوال دیگه. Were you together before you joined the band? نه. پرسیدم که قبل از اینکه به عضویت گروه اندی در بیاد با هم دیگه دوست بودن یا after that? After that. How long after that? One week? 1 hour. No. Nah, little by little, yavash yavash dige. It was not immediate, no. Because it was respect. It was respect. It was friendship. We were good friends. We worked together. And little by little, you know, we supported each other. And you begin to see this person differently. Because you're working together, because you see how we handle the situation and you develop respect. Is it hard working with your partner? سخته برات با شریک زندگی کار کنی؟ Honest, man, you know, I mean, of course, it's not always easy because you're protecting. You want to protect. I want to protect him. فارسی چیه؟ میخوام حمایتش کنم، مواظبش باشم. بله, sorry, ببخشید, I don't know. Man, I see negar konam. I see potential problem. I want to protect. He like said, other girls? No. I can handle the girls. I can handle. No, just situations. You know, I say, oh, that's not safe. I see something, but I have to let him be him, and he lets me be me. You know, but so we respect the professional separation. Have you ever had any fight? Davo kardin sar kar? I don't think so. Other than just because I'm a professional and I when it's me, I want to do my way. He wants to do his, and I say, you know, you should wear this or you should do this, and he's listening, but he's gonna do what he does. The next question was that. Oh really? Yes. I read your mind. See. چجوری هست اندی توی خونه؟ Is he messy or? Nah, he's not messy. Nah, he's... Any bad habit? Typical guy. Sorry, but he doesn't put the, you know, the comb... No, oh. The comb and the stuff in the drawer. Why? It's all men. Only comb and this kind of... This thing's on the tabletop. I hate that. Hate that. How about the underwear and these kind of things? I taught him to put that in the thing. Oh, okay. Where let me do now. The ظرف یا سبد رخت. بله. Okay. I taught him that. تشویقش کنیم. ما یه فرصت کوتاهی رو از اتاق فرمان میگیریم. در خدمت شما خواهیم بود در ادامه. ما همچنان در خدمت شیمی عزیز هستیم. یه نکته رو من فقط اشاره بکنم. شیمی عزیز خیلی نگران بود که خوب فارسی صحبت نکنه و سوالا رو درست متوجه نشه یا نتونه درست جوابشون رو بده. خواستم خیالش رو راحت بکنم که از خیلی از دخترای ما و پسرای ما که خارج از کشور بزرگ شدن بهتر فارسی صحبت میکنن. خدایی بهتر فارسی صحبت میکنن. اصلا همین این که داری تلاش میکنی که فارسی صحبت بکنی نشون میده که چقدر ایران، مردم ایران و طرفدارات و بیننده های این برنامه رو دوست داری و براشون احترام قائلی. مطمئنم که اونام همین نظر رو نسبت به تو دارن و دوستت دارن. عشق من برگر به خیلی خوب.
من میدونم که تو و اندی، یعنی خودت هم گفتی دیگه 20 ساله که بله. با همید. بله. ولی شما همین چند وقت پیش ازدواج کردین، 2-3 سال پیش، درسته؟ 2-3 years ago you got married. بله. 11-11-11. واو. 11-11-11. این به خاطر، یعنی این که دیر ازدواج کردین به خاطر اینه که تو نمیخواستی اون رو، معتقدی که ازدواج ساکسس رو، یعنی موفقیت رو متوقف میکنه. Do you agree with that or no? نه، it was a mutual to, as I said before, allow each other the chance to grow as artists. Because I think when anytime anybody plans wedding, it's a family, it's friends, it's a good distraction. You don't need, it's a good thing, but it pulls you away from the projects, the things you're trying to do as an individual. So it was just the timing. But being a little more serious. So you were joking. Being a little more serious, few challenges happened along the way, personal challenges. And when these things happen in your life, you're going down the road and something pulls you away and you go, oh, no, I have to get back on my road. And sometimes we forget to live. We forget the simple, happy things, happy, live in the moment things. And I finally said, you know what, I'm going to stop. Because if I don't take that time to enjoy the moment and say, yes, let's do this, let's get married, let's have the beautiful stuff, we're going to keep going down the road and we don't take that time. So okay. It became time. You That's know? Why. No more taking life for granted. خیلی خوبه. خیلی خوبه. تشویقشون بکنم. شاینی قبلا بیماری سرطان داشته و تونسته که با این بیماری مبارزه بکنه. میخوام راجع به این بیماری ازش سوال بکنم و اینکه معمولا کانسر یا همین سرطان، بیماری سرطان میتونه زندگی خیلی از افراد رو دست و پنجه نرم کردن باهاش عوض بکنه. میخوام ببینم اون چه جوری این تجربه رو پشت سر گذاشته و چقدر این قضیه زندگیش رو عوض کرده. So you understand my question? بله، بله، میدونم. 21 سال من diagnosis ovarian cancer. Not in my family, no family history. توی فامیل نبوده. بله، no reason to even look for these things. And it hit me like, you know, I was young. Very young, and I was very just my eye not thinking about anything but where I'm headed, and then this came and hit. And but you know, people say that cancer and especially survival is like a gift. You don't think of it that way, but once it happens to you, so many things change in your life that you never will be that person you were before. Because you again, you don't take anything for granted. You know you're, and when you are a survivor, you know that you're here for some reason, and you better do it right. You don't take your time here lightly anymore. So everything you do, you want it to count. Your work, your life, your relationships, everything. Hamichie, everything matters. میدونی؟ بله، من میدونم. خیلی خوبه. I know that you are very passionate about supporting different causes for animal rescue. Yes. راجب حیوانات خیلی اهمیت میدی، خیلی حمایتشون میکنی. بله. خودت هم که دو تا سگ داری. بله. چرا؟ بله. و یه خودم راجب فعالیتات بگو. فکر میکنم animals, سگ, all animals really to me are innocent. It's a creature that doesn't have the voice to they have. We don't understand. We don't understand. You're right. You're absolutely right. Exactly. They have a voice, but we don't know how to answer.
But because the humanity is so cruel sometimes, and they need protection, they need, we as human beings, I think we don't always appreciate our earth and our creatures. And I see that sometimes we have to step in. So it's, and not just for animals. I care for children around the world. I care for, humanitarian issues. It feels like a responsibility, you know, for giving a voice to people that need it, but don't always have it. That feels like a responsibility. I can't just sit back and do nothing. خیلی خوبه. توضیح بدم که شینی فعالیت‌های انسان دوستانه و بشر دوستانه زیادی رو انجام میده با مؤسسه‌های مختلف در سراسر جهان و در واقع تونسته به این دلیل هم فعالیت‌هاش رو که در زمینه فعالیت‌های بشر دوستانه و انسان دوستانه انجام میده و همینطور حمایت از حیوانات جوایز مختلفی رو از ارگان‌های مختلف و سازمان‌های مختلف دریافت بکنه. In your eyes, در رابطه با یک زن موفق میخوام ازت سوال کنم. In your eyes, what kind of a woman is a successful woman? یه زن موفق چه زنیه؟ In your eyes. I would say authenticity. Again, let me do it. I'm Farsi authentic. زیر نویس میکنی مشکل نداره. Okay. Right. Meaning, true to herself, true to her heart, true to her mind, because every woman has a value, and she just needs to find it and trust it and listen to it. When you find that alignment with your authenticity, you can't stop her. She will not be stopped. That is when the success happens, when she's true to her heart. Because maybe she's going to be just home raising the children and being a wonderful supporting homemaker. And maybe she's going to raise the child that's going to become the president of a country. That's a big job. You raise the future president of a country. Who knows? Yeah. That could be her mission. Whatever that mission is, as long as she's authentic to herself, she will be successful. Okay. آخر مصاحبه, at the end of the interview, we play with our guests. Okay. ما بازی میکنیم با مهمونمون. Okay. 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 The game is surprise. It's surprise. Oh no! Okay. 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 Have a good one. قانونشو میدونی؟ You know how to play؟ بله. 5 تا لیوان داریم. هر کی زودتر به لیوان آخر برسه، این لیوان وسطیه رو خالی میکنه رو صورت بازنده. حالا منم شینی رو نشون میدم. It's gonna be me. I know it. Okay. خب. 3, 2, 1. مرسی. Oh my god, really? Oh, what does that mean? What does it mean when I... I'm sure I'm looking at it. Oh! I knew you were Do it. Oh, it's so bad! I'm terrible! Slowly. I told you I have no talent. The curse. Oh! Thank you. Set up. Already have 3? I'm going to be moving this way. Thank you.
can handle it. Oh man, this is bad. Go for it. ما ایرانی ها مهمون نوازیم به خدا بیا. دیگه گفتم مهمون نوازی کنیم دیگه. حالا عوضش باید یه کار دیگه برامون بکنی. اوه من. مرسی. برامون باید بخونی. اوکی. خب؟ خب. همراه ما باشی برام حداقل بخونه منم برم همون. هفته گذشته این حضور ما به صورت زنده و مستقیم روی صفحه فیسبوک بنده و ارتباط مستقیمی که با مخاطبین برقرار کردیم خیلی مورد استقبال قرار گرفت و دوستان خیلی دوست داشتن. حالا ما قراره که از این بعد هر هفته شنبه ها ساعت 10 شب همین برنامه‌مون باشه و در خدمت شما دوستان و عزیزان باشیم. شما میتونید فردا شب دوباره راس ساعت 10 روی صفحه فیسبوک بنده سینا ولی الله منتظر بنده باشین. من به صورت زنده میام در خدمت شما هستم. شما سوالاتتون رو میپرسین من جواب میدم. اگر دلتون میخواد در قرعه کشی برنامه شرکت بکنید خیلی ساده شما میتونید با اگر دلتون میخواد من اشاره بکنم که نگید زور کردی خدمتتون عرض بکنم میتونید عکس انتهای برنامه رو که روی صفحه اینستاگرام بنده هست از روش اسکرین شات یا عکس بگیرید توی صفحه اینستاگرام خودتون پست کنید همونجا رو همون عکس بنده رو تگ بکنید نه یاد زیر همون پستای خود بنده رو تگ بکنید توی صفحه فیسبوک فارسیوان لینک یوتیوب برنامه رو شیر بکنید روی صفحتون و بنده رو هم تگ بفرمایید توی صفحه خودتون و روی توییتر هم ریتوییت بفرمایید توی تلگرام دوستان هر هفته به قید قرعه یا شانس انتخاب میشن و اسامیشون توی لیست قرار میگیره دیگه اگه دلتون میخواد بجوینید به شبکه تلگرامی ما هم و کانال تلگرام ما رو دنبال بفرمایید اگه دوست دارید چون عکس اونجا رو هم ما اونجا عکس رو هم پست میکنیم و شما میتونید از اونجا هم عکس رو برای پست کردن روی صفحه اینستاگرامتون بردارید به پایان برنامه این هفته رسیدیم دلم نمیاد ازتون خداحافظی بکنم برای اینکه مطمئنم که این هفته بچه ها سنگ تموم میذارن از سوژه های جدید قربونتون و شبتون بخیر
بکشی شمشیر بیرون، حرف که نمیشه زد بهت، شوخی و جدی هر کدوم، جدی که جای خود داره، شوخی و جوک هم هیچ کدوم، هر حرفی که بها داره جایی زیر سوال داره، شوخی میکنیم با همه، پیر و جوون فرق نداره، وقتی میشه کسی نمیتونه من اینجا نگه داره. هفته دیگه فرار میکنم.